در موزه پرادو هستیم در مادرید و مینگریم به خودنگاری آلبرشت دورر، نقاشی شده در سال 1498. در این خودنگاره او خود را همچون فردی خوش لباس و مد روز نقاشی کرده است. در زمان نقاشی 26 ساله بوده و نوشته زیر پنجره هم همین را میگوید. آشکارا میتوان دید که از قیافه و جامه خود خرسند است و به توانایی خود در نقاشی میبالد. جالب است که در این اثر نقاش خود را میآفریند و در عین حال از وجوه مختلف بازنمایی میکند، نه فقط از جنبه شباهت به خود یا طبقه‌ای که آرزو دارد در آن پذیرفته شود یا بازنمایی زیبایی شناسیش از منظر نوع انتخاب لباس، بلکه از نظر موقعیت خود در جایگاه یک نقاش، یک هنرمند صاحب حرفه با توانایی خارق‌العاده. با این همه همزمان این توانایی را نفی می کند و خود را نه در پوشش یک هنرمند و فردی اهل کار و پیشه، بلکه در جامعه بسیار گرانبها و دستکش های ظریف نقش می کند و نه در محیط کارگاه، بلکه در فضایی که گویی یک نجیب زاده است. مهم است به یاد داشته باشیم که وقتی هنرمندی خودنگاره می کشد، احیاناً خود را در آینه می نگرد. رنگ و قلمو در دست دارد و در کارگاه خود به نقاشی مشغول است. بنابراین در این خودنگاره دست ها کاملاً ساختگی اند و با این حال به هویت او در جایگاه هنرمند مرتبطند. او در اینجا نه فقط خود را بازنمایی کرده، بلکه توانایی های خود را به نمایش گذاشته و اثری برای سنجش دیگران و هماوردی آفریده است. هنر را کنشی اندیشگی شمرده، نه صرفاً مهارت یک صنعتگر. هنر چیزی است که در ذهن هنرمند رخ می‌دهد و شایسته نوع دیگری از احترام است.